مرحوم نوری می نویسه فلان شخص خلاصه کشتی داشت و چه کرد و از بین رفت و در فرانت کشیدنش عشائر بیرون و تیمارش کردن و چند ماهی گذشت و ایام اربعین شد، دیدن مسیحی بنده خدا، گفتن شما همینجا بمونید، ما بعد جز مشائیم بریم زیارت، بعد بر میگردیم رسممونه، بعد بریم نجف، از نجف بینیم پیاده کربلا. رزقنی الله و ایاکم انشاءالله. گفت منم ببرید. گفت شما نمیتون. گفت اسباب اساسیت رو نگه میدارم، من تو نمیام. بعد نجف اومدن کربلا و شب اربعین و در و دیوار و زمین و زمان زجه و ناله، تن شما بیرون، اسباب اساسیت توی محبته نگه میداشتن. خلاصه اینا آخر شب اومدن دیم بنده خدا به حالت احتضار خود جون بده. گفت فقط بگید چی کار کنم برم تو حرم. ناخه تو مسیحی؟ گفت نه، هر چی میگید انجام میده. بعد مسلمان بشی و بعد قوس کنی اینجوری. چی شده آن؟ گفت خب پیاده اومدید شما، عادت دارید، من خسته افتادم، تازم که مریض بودم، خوابم برد. اما بین خواب و بیداری هم صدا میشه، هم جمعیت رو میدیدم، سست مردم. آقای اومد در این معرکه محوطه، کرسی عظیمی براش گذاشتن نشست. دو تا آقام بودم، به یکیشون عباس میگفت سلام داد، به یکیشون علی اکبر ولدی میفرمود. آوردن دفترها رو ورق میزد، فرمود کامل نیست، دوتایی برگشت. آمدن فرمود، باز ورق زد، فرمود کامل نیست برادر، بردن. اسامی زوار بار سوم آمدن، فرمود تا بچه های قنداقین هم نوشتیم داداش، اونایی هم رو پشت بوما خوابیدن هنوز نیومدن به حرمتون، دور جمعیت زیاد بوده، همه رو اسماشون نوشتیم. فرمود کامل نیست. رفتم برگشتم، فرمود داداش همه رو نوشتیم الا یه مسیحی اسباب اساسی شیعیانمون رو نگه میداره. فرمود چرا اسمشو ننوشتی؟ تن آقا مسیحی. فرمود اما نزل به ساحتنا، مگه سر سفره ما نیومده؟ در خونه ما اومده. بنویسید فلانی پسر فلان مسیحی من زوار الحسین. حالا میخوام بگم ای آقا کیه؟ اسمم نوشتن، ایشی آزدم به سر و سینه و ناله. گفتن همین آقاست که سر از بدن جدا کردن، ما داریم براش ناله میکنیم. اینقدر این دستگاه وسعت داره، فقط میخواد جذب کنه، جلب کنه، دستگیری کنه، نجات بده. اما ما هم حسن ادب داشتیم، اینقدر نعم برامون، از ظلم نکنیم به این نعم، به خودمون ظلم کردیم، به امامت و ولایت ظلم کردیم.